جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ظهر جمعه به صورت مجازی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود خبر داد که دولتش آماده تعامل دوباره با گروه موسوم به پنج به علاوه یک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران است. گزارشی از همکارم فرهاد پولادی پرزیدنت بایدن در بخش از سخنان خود به فعالیت هسته جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و مجددا اعلام آمادگی دولتش برای مذاکره با تهران را بیان داشت اعلام کردیم آماده ی مذاکره دوباره با کشورهای پنج به یک در مورد برنامه هسته ایران هستیم ما همچنین باید فعالیت برهمزننده ایران در خاور میانه را بررسی کنیم و در این راه با اروپاییها و دیگر شرکایمان همکاری میکنیم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از عزم دولتش برای مقابله با احتمال دستیابی گروههای تروریستی به مواد تسلیحات اتمی خبر داد آقای بایدن در بخش دیگر سخنان خود به تغییر سیاست خارجی دولتش اشاره کرد و گفت امروز به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و در ابتدای کار دولت خود میگویم آمریکا بازگشته است همکاری بین دو سوی اقیانوس اطلس بازگشته است پرزیدنت بایدن ادامه داد که دولتش از جمعه رسما بار دیگر به پیمان اقلیمی پاریس باز می گردد. دولت پرزیدنت ترامپ به عنوان اینکه این, این توافق موجب از بین بردن فرصت های شغلی در آمریکا می شود از آن خارج شده بود رئیس جمهوری آمریکا در این سخنانی با تأکید بر اسم دولتش در شکست همیگیری کرونا گفت دولتش بنا دارد چهار میلیارد دلار به کنسرسیوم تولید و توزیع واکسن کووید 19 موسوم به کوواکس کمک مالی کند رئیس جمهوری آمریکا درباره چین گفت ما باید با هم برای رقابت استراتژیک طولانی مدت با چین همراه شویم رقابت با چین سخت خواهد بود من انتظار آن را دارم و از آن استقبال می کنم به افسود بگذاری تاکید کنم آمریکا با متحدان خود در اروپا همکاری نزدیک خواهد داشت تا در مقابله با چالش های پیش رو همکاری کنیم ما به تعهد خود در ناتو به طور کامل عمل می کنیم فرهاد پولادی صدای آمریکا